سلام، من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. یه لحظه چشماتون رو ببندین، این شرط رو تجسم کنین. برگشتیم به حدود 150-60 سال پیش، یعنی دوران قاجاریه. توی تهران قحطی شدید اومده، مملکت اوضاع خیلی خوبی نداره. حالا از این طرف علاوه بر این مشکلا شما یه بدهی سنگینم داری، همسرت هم ازت جدا شده، داری به زور پول مهریه رو جور میکنی. توی این وضعیت چی کار میکنی؟ الان دوتا راه داری، یا مثل بقیه مردم منفعل باشی، از زمین و زمان طلبکار باشی به خاطر شرایط بد، یا اینکه بلنشی از جات شرایطو درست بکنی. امروز میخوام راجع به یه نفری حرف بزنم که توی سخت‌ترین و بدترین شرایط اقتصادی ایران، شاید تو کل تاریخ، به جای اینکه قُر بزنه از همه طلبکار باشه، پاشد و زندگی خودش که هیچ ایرانو متحول کرده. راجع به کی میخوام صحبت کنم؟ محمد حسن امین‌الضرب. واقعا حیفه آدم توی ایران باشه و امثال امین‌الضربو نشناسه. شاید شما هم مثل خیلیای دیگه با امین‌الضرب آشنایی نداشته باشید. نیت ما هم تو اکوتوپیا همینه که بیایم با این افراد آشنا بشیم. امین‌الضرب نماد یه آدم خیلی مسئول و فعال توی یه عصر ناامیدیه. کسی که توی تعیین سرنوشت خودش و مملکتش منفعل نبوده. دوره قاجار از نظر فرهنگی و اقتصادی و پزشکی و نظامی و سیاسی اوضاع خیلی خوبی نبود، مخصوصا این اواخرش. یعنی جزء دوره‌های خیلی سیاه ایران بود، جوری که دیگه کم کم صدای نخبه‌ها و مردم در میاد، چون واقعا ایران عقب مونده شده بود دیگه. محمد حسن امین‌الضرب سال 1213 توی اصفهان به دنیا میاد. پدرش یه صراف بود، اصلا حرفه خانوادگیشون هم همین صرافی بود. اون زمان توی ایران چیزی به اسم بانک وجود نداشت. تاجران نمیتونستن این همه سکه طلا رو با خودشون از این شهر به اون شهر ببرن، چون قطعا توی بیابون یکی پیدا میشد که خفتشون کنه. بعد چی کار میکردن؟ تاجر به جای پرداخت پول به خریدارا یا وارد کننده ها، حواله‌ای به صرافا توی شهر مورد نظرشون مینوشتن. بعد باید میرفتن سراغ صراف، حواله رو میدادن بهشون و در ازاش پول دریافت میکردن. امین‌الضرب تا 20 سالگی توی اصفهان بود. هر روزم با پدر و پدر بزرگش میرفتن توی بازار صرافا. باباش صراف بود، پدر بزرگش هم زرگر. دیگه اینجا بود که با مبادلات پولی و انواع مختلف فلزای قیمتی و عیار طلا و درجه خلوص شمش و از این مدل صحبت‌ها آشنایی کاملی پیدا کرد. توی اون دوره داشتن معلم و درس خوندن فقط مخصوص طبقات مرفه بود. بقیه فقط میتونستن در حد سواد خوندن و نوشتن یاد بگیرن. توی اپیزود رشدی هم ما به این مورد اشاره کردیم. امین‌الضرب هم با توجه به سطح خانوادگی و اوضاع جامعه فقط به همون مقدار محدودی که میتونه سواد رو یاد گرفت. خلاصه زمان میگذره تا اینکه پدر بزرگ امین‌الضرب فوت میشه. اوضاع مالی خانوادهشون هم با فوت پدر بزرگ بدتر میشه. پدرش کل خانواده رو میبره کرمان، چون شنیده بود اونجا بازار صرافی بهتره. میره اونجا و مشغول صرافی میشه تا بتونه یکم شرایط اقتصادی خانوادهشو بهتر بکنه. توی پرانتز یه نکته تاریخی هم بگیم بد نیست. محمد شاه قاجار توی همون سالا میمیره. اوضاع اقتصادی کشور با فوت محمد شاه به هم میریزه. یعنی برات و سفته های دولتی رسماً بیارزش میشن. با مرگ محمد شاه، خانواده امین‌الضرب دیگه به معنی کامل ورشکست میشن. این وسط پدر امین‌الضرب هم توی این شرایط بعد فوت میشه. همسر امین‌الضرب هم که شرایط این مدلی میبینه ازش طلاق میگیره. حالا امین‌الضرب میمونه و مهریه همسرش. واقعا شرایط به مدل کاملی براش بد شده. خلاصه امین‌الضرب این شرایط رو که میبینه برمیگرده اصفهان. به همه طلبکارای خودش و باباش سفته میده. توی اصفهان میره پیش یکی از دوستای باباش به اسم حاج محمد کاظم صراف. حاج محمد کاظم کسی بود که خیلی کمک کرد به امین‌الضرب.
یعنی امینالضرب رفت داخل حجره حاج کاظم شاگردی کرد، حاج کاظم بهش پول قرض داد، بدهیاشو صاف کرد و وقتی بدهیای حاج کاظم کم شد، حاج کاظم بازم بهش پول قرض داد تا کنار این شاگردی بتونه مستقلم کار بکنه. با این لطفی که حاج کاظم به امینالضرب میکنه، امینالضرب یه کم کم بدهیاشو به طور کامل پرداخت میکنه. 100 ریال هم پول جمع میکنه، میاد به تهران که بتونه بیشتر کار کنه و پول در بیاره. خوبم کار میکنه. یعنی توی 8 ماه 1400 تومان جمع میکنه. اینجا یه اتفاق خیلی خوب برای امینالضرب میفته. با آقای پانایوتی آشنا میشه. پانایوتی نماینده شرکت اروپایی رالی بود. رالی شرکت خیلی بزرگ و پولداری بود که توی همه دنیا شعبه داشت. امینالضرب یه مدت با پانایوتی کار میکنه و پانایوتی که میبینه امینالضرب اهل کاره و آدم سالمی هم هست بهش اعتماد میکنه. اینجا دیگه روابطشون خیلی بیشتر میشه. یه روز بالاخره پانایوتی امینالضرب رو کنار میکشه و بهش میگه این مدت من فقط داشتم امتحانت میکردم. از این به بعد بیا با اعتبار من کار کن. توی اون دوران حدود 40,000 تومان بهش اعتبار میده. از اینجا دیگه امینالضرب کم کم وارد دنیای تجارت میشه، یعنی رسما زندگیش از این رو به اون رو میشه. امینالضرب انقدر با اون پول خوب کار میکنه که به سرعت رشد میکنه، تا جایی که پولای خزانه، گمرک، براتای اکثر تجار هم به امینالضرب ارجاع داده میشد. دیگه حتی بین شاه و وزرا و تجار هم امینالضرب مشهور و معتمد شده بود. دیگه امینالضرب یه بازرگان محبوب و معتمد میشه بین دولت و مردم. حالا به فکر توسعه میفته. تا حدی که حتی سال 1248 هم که قحطی خیلی شدیدی توی ایران میاد، حدود 90,000 تومان پول که بخش عمده ای از داراییاش بود رو صرف خرید گندم و بقیه وسایل میکنه برای مردم و خیلی ها رو از قحطی نجات میده. با این کمک 90,000 تومانی خیلی ها گفتن کار امینالضرب تمومه و اعتبارش رو از دست داده. ولی خب اینطوری نبود. پرقدرت به کارش ادامه داد. اون دوران بانکی هم وجود نداشت. تمام مبادلات با بقیه کشورها از طریق امینالضرب انجام میشد. حتی دولت هم اگه اسلحه یا کالا از اروپا میخواست بخره از طریق امینالضرب اقدام میکرد. اینو همه گذشت تا اینکه امینالضرب تصمیم گرفت یه ریسک خیلی بزرگ توی زندگیش بکنه. چون آدم معتقدی هم بود استخاره گرفت. استخاره گرفت و اتفاقا خوب اومد. حالا اون ریسک چی بود؟ چه کار خطرناکی میخواست انجام بده که براش استخاره کرد؟ ریسک بزرگ امینالضرب صادرات تریاک به هنگ کنگ بود. امینالضرب رفت تریاک خرید. وقتی تریاک خرید از شانسش قیمت تریاک سقوط خیلی عجیب غریبی کرد. اینجا دیگه تموم کسایی که میشناختنش گفتن این آقا رسما ورشکست شده. ولی همینطور که توی مسیر بود که به هنگ کنگ برسه، قیمت تریاک پله پله بالاتر رفت. تریاک رو توی هنگ کنگ فروخت و حدود 250,000 تومان سود کرد. اصلا خیلی ها معتقدن این جمله که میگن طرف دست به خاک بزنه طلا میشه بعد از اون اتفاق رایج شد. صادرات تریاک با موفقیت انجام شد. خب سود خیلی زیادی هم کرد. امینالضرب به خاطر سابقه اجدادی که تو کار صرافی و زرگری داشت، بزرگترین زرابخونه تهران رو تأسیس میکنه. ناصرالدین شاه هم بعد از اون اتفاق بهش لقب امینالضرب رو میده، چون هم زراب بوده و هم امین. ناصرالدین شاه امینالضرب رو خیلی دوست داشت. ولی خب دوره ناصرالدین شاه تموم میشه و مظفرالدین شاه میاد سر کار. وقتی مظفرالدین شاه میاد سر کار و میبینه امینالضرب چقدر پول داره، یکم ذهنش قلقلک میشه. یه پرونده برای امینالضرب درست میکنه به جرم اختلاس و کم شدن وزن سکه ها. امینالضرب با اون حکم میندازن زندان. بهش میگن فقط به یه شرط میتونی آزاد بشی. چه شرطی؟ اینکه غرامت این کارتو پرداخت بکنی. چقدر غرامت این کار؟ 800,000 تومان. امینالضرب هم چاره‌ای نداشت دیگه، این غرامت رو میده و آزاد میشه، میاد بیرون. 800,000 تومان واقعا عدد زیادی بود.
برای اینکه مشخص کنم چقدر این عدد بزرگه، بیاین یه مقایسه انجام بدیم. قرارداد دارسی یکی از بزرگترین قراردادهایی بود که توی دوران قاجار نوشته شد. 800 هزار تومان تقریباً 200 برابر قرارداد دارسی رقمش. عدد خیلی بزرگیه. بعد از آزاد شدن امینوزرب، امینوزرب تصمیم میگیره بره اروپا. سعی کرد با پیشرفت‌های اروپایی آشنا بشه و اونا رو بیاد توی ایران اجرایی کنه. وقتی رفت اروپا، عمیقاً فهمید ایران چقدر عقب مونده شده توی این دوران. توی خاطراتش از فرنگ مینویسه توی فرنگستان همه مشغول کار هستن و کارخانجات بسیار دارن. از 600 زر زغال بیرون می آورند. مردم ایران تماماً بیکارند و همدیگر رو می پایند. راه آمدن مسکوک و غیر مسکوک به داخل مملکت مسدود است. سبب اول بی علمی است. سبب دوم کم توجهی به امورات داخل مملکت. اقدامات در کارها می شود، پولها خرج می شوند، اما کار از پیش نمی رود. صاحبان اداره در عوض اینکه مردم را حمایت نمایند، مبتکر و مخترع و کارهای بزرگی شوند، معکوس رفتار می کنند. مال مردم را مثل شیر مادر بر خود حلال می دانند. امینوزرب اون دوران خیلی به ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه تأکید می کرد که ایران بانک ملی می خواد. گفت این سرمایه های خورد مردم وقتی توی بانک ها جمع بشه نقش خیلی مهمی تو صنعتی شدن ایران میتونه داشته باشه. غیر از بانک روی ماشین بخار هم خیلی تاکید داشت. میگفت اروپایی ها با ماشین بخار چقدر پیشرفت کردن. توی دوره‌ای که ایران نه جاده درست حسابی داشت، نه بانک، نه اداره پست درست حسابی، نه حتی نیروی انسانی ماهری ما داشتیم، امینوزرب و پسرش با الگو گرفتن از اروپا نقشه صنعتی شدن ایرانو کشیدن. سال 1263 اولین ماشین ابریشم کشی رو وارد رشت کردن. ابریشم تولید میکردن، به استانبول، مصر و مارسی میفرستادن. ماشین بخار و ماشین پنبه‌کن و تراکتور و پمپ به ایران آوردن. با ورود تراکتور و روش جدید شخم‌زنی جون هزاران حیوان حفظ شد. از طرفی دستگاه‌های تلمبه آب داشتند که آب رو از چاه‌ها به راحتی به بالا می آورد. صنعت کشاورزی با این کارا جون تازه‌ای گرفت. خطر قحطی توی اون دوران کم رنگ‌تر شد. امینوزرب امتیاز زباهن و خیلی از معادن بجز طلا رو به مدت 30 سال از شاه گرفت. دستگاه جدید برای زباهن وارد کرد. نیروهای خارجی ماهر آورد. ولی با این حال بعد از چند سال متوقف شد. چرا؟ چون جاده ای نبود. نیروی انسانی ماهری هم نبود که بخواد این کار را انجام بده. امینوزرب توی یادداشتی بعد از ناکامی این طرحش مینویسه آب و هوا مرطوب و نامطلوبه. حتی یک میخ پیدا نمیشه. حمل کارخونه برای ساخت به اونجا ناممکنه. تمام این اعمال از روی بی‌برنامگی و بی‌سوادی مباشرین و آدم‌هایی که فرستاده بودم ارزیابی کنن. ولی با این حال راه آهن آمل محمودآباد که حدود 20 کیلومتر بود و ساخت. اینا همه میگذره تا اینکه سال 1263 میرسه. سال 1263 امینوزرب یک کار جدید میکنه. مجلس وکلای تجار رو تشکیل میده. الان به اون مجلس میگن اتاق بازرگانی. یعنی اتاق بازرگانی اولین نفر امینوزرب بود که افتتاحش کرد. هدفش هم از تأسیس این مجلس وجود امنیت مالی و ایجاد ثبت دارایی‌ها و ایجاد بانک ایرانی بود. اینم تو پرانتز بگم که هر سال یه جشنواره برگزار میکنه اتاق بازرگانی و از فعالین برتر اقتصادی تقدیر میکنه و بهشون نشان امینوزرب میده. اینا همه میگذره تا 8 سال آخر زندگی امینوزرب، دورانی که واقعا سخت گذشت براش. برادرش توی فرانسه فوت میشه. برادرزاده هاش وبا میگیرن، فوت میشن. شاههای قاجاری باز میان سراغ اموال امینوزرب. مدتی امینوزرب رو دوباره به زندان میندازن. از یه طرف اموالش رو مصادره میکردن، از یه طرف دیگه وقتی دولت به مشکل میخورد از امینوزرب کمک میگرفت.
مثلا توی یه دورانی قیمت نون خیلی زیاد شد. مردم توی اون دوران شروع کردن احتکار کردن گندم. دولت اولین کاری که کرد این بود که امین‌الضرب رو گذاشت رئیس مجلس انتظام نرخ، چون معتقد بود تنها کسیه که رشوه نمیگیره و کارش رو هم درست انجام میده. اینا همه میگذره تا توی 63 سالگی امین‌الضرب فوت میشه، ولی وصیت کرده بود که نجف خاکش کنن و نجف هم خاکش کردن. توی وصیتش بیشتر بچه ها رو به اخلاقیات دعوت میکنه و چند توصیه اقتصادی میکنه توی وصیت نامش. بزن یه سریشو بگم. فرزندانم، کارهای بد مثل زهر باطن آدمی را آلوده میکند و در حقیقت سبب مسدود شدن فیض خداوند و از بین رفتن تندرستی، تدین و هوش میشود. در تجارت علم حساب بر جمیع امور مقدم است. هر داد و ستدی را باید ثبت کرد و همه روزه جمیع خرج و ضرر و نفع را لحاظ نمود. نکته مهمی ها، همین الانم هم خیلی از کسب و کارها که به چالش می‌خورن به خاطر رعایت نکردن همین اصول ساده است. یعنی نمی‌نویسن دخل و خرجشون رو، نمی‌دونن وضعیتشون چه حالتی داره، چقدر سود کردن، چقدر ضرر کردن، چقدر خرج کردن، حساب کتاب کامل به هم ریخته است. در نظر بگین امین‌الضرب داره اینو میگه که هیچ سواد خاصی هم نداشته و حالا داره اینو به عنوان وصیت نامش میاره. یعنی توی وصیت نامش هم توصیه اقتصادی میکنه که خیلی مفیده. توصیه میکنم حتما خودتون برید وصیت نامه رو کامل بخونید. از بحث دور نشیم. پسرش محمد حسین امین‌الضرب راه پدرش رو ادامه میده. از 16 سالگی وارد تجارت خونه میشه. از تجار پیشقدم تو جنبش مشروطه هم بوده. پسرش رو پدر برق ایران میدونن. سال 1285 کارخونه برق با قدرت 400 کیلووات راه اندازی میکنه. توی چند خیابون چراغ برق نصب میکنه. محمد حسین امین‌الضرب فارغ از اینکه یه فعال اقتصادی بود، یه فعال سیاسی هم بود و یه سیاسی خیلی شدید هم بود اتفاقا. جوری که توی کودتای 1299 حدود 100 روز میندازنش زندان. محمد حسین امین‌الضرب رئیس اتاق تجارت تهران میشه. یکی از پیشگامان بوده توی طرح تأسیس بانک ملی. دیگه کم کم انقلاب میشه، پهلوی میاد سر کار و با روی کار اومدن پهلوی یکی از کسایی که به شدت با رضا شاه کلکل داشت همین محمد حسین امین‌الضرب بود. رضا شاه با صادرات تریاک به شدت مخالف بود. یک بار به خاطر اینکه محمد حسین امین‌الضرب داشت صادرات تریاک انجام میداد، رضا شاه بخش خیلی زیادی از اموالش رو مصادره میکنه. یه مدتی هم به زندان میندازتش. اینا همه میگذره تا سال 1311 میرسه و محمد حسین امین‌الضرب توی سن 62 سالگی فوت میشه. امین‌الضرب و پسرش واقعا آدمای تلاشگری بودن. یه مدلی میشه ازشون الگو گرفت. خیلی واقعا یه اسطوره‌ای هستن که نمیشناسیمشون و این خیلی دردناکه. یعنی کسایی که با وجود نبود هر مدل مناسبات حکومتی، نبود هیچ مدل امکانات، حمایت خانواده واقعا تلاش کردن و خب توی یه دوره‌های هم شانس آوردن هم بد شانسی آوردن. تو اپیزود شانس اشاره کردیم به این قضیه دیگه. واقعا شانس یه قضیه که نمیشه ازش گذشت. دورانی مثل اون دوران بچگی امین‌الضرب، پدرش فوت میشه، پدر بزرگ فوت میشه، همسر طلاق میگیره، اتفاقات بدی میفته. یه دورانم با آقای پانایوتی آشنا میشه، اتفاقات خیلی خوبی براش رقم میخوره. یه ریسکی میکنه امین‌الضرب، تریاک صادر میکنه به هنگ کنگ، ممکن بود کل دارایشو از دست بده. یه ریسکی میکنه دوران قحطی، بخش خیلی زیادی از دارایشو صرف مردم میکنه و خب خیلی سخت جبران اون پول دیگه که بتونه دوباره سرپا بشه، ولی سرپا میشه. توی این قسمت شانس باهاش یاری بوده، تلاشش رو هم کرده و نتیجهش رو هم گرفته، هرچند که خیلی سنگ اندازی سر راهش اتفاق افتاد. امین‌الضرب واقعا یه اسطوره خیلی بزرگه. تو اتاق بازرگانی امین‌الضرب رو خیلی میشناسن. اکثر تاجرای ما امین‌الضرب رو باهاش آشنایی دارن. همین صنعت برقی که ما امروز به راحتی داریم پایه‌گذارش همین امین‌الضرب بود. امین‌الضرب توی دوران قحطی، دوران بد اقتصادی، کارهای اقتصادی بزرگی کرد.
هرچند که زندگیش به خوبی تموم نشد، زندگیش دردناک تموم شد، توی زندان افتاد، عزیزانش رو از دست داد، ولی بالاخره کارش رو کرد. توی سن خیلی کمی فوت کرد، ولی اثرگذاری خیلی بالایی داشت، هم خودش هم پسرش. امینوضرب نماد آدمی مسئول و فعال توی یه دوران ناامیدیه، کسی که توی سرنوشت مملکتش منفعل نبوده. هر سال توی زمستون یه رویدادی توی اتاق بازرگانی برگزار میشه، همونطوری که گفتیم به اسم رویداد امینوضرب. توصیه میکنم از امسال یکم بیشتر درگیر این رویداد باشیم، چون حرفای کارآفرینای الان هم حرفای قشنگیه. از دغدغه هاشون میگن، از چالش هاشون میگن، از سنگ اندازی های دولت، بخش های خصوصی، رقبا، اتفاقات اقتصادی میگن. باید اینا رو دنبال بکنیم، باید کارآفرینای الان رو بشناسیم، کسایی که توی این شرایط سخت اقتصادی دارن کارآفرینی میکنن. آدمای بزرگن، کسایی که سرمایه دارن، میتونن سرمایه‌شون رو به هر جای دنیا ببرن، بهترین زندگی‌ها رو داشته باشن، ولی موندن توی ایران دارن کار میکنن، تلاش میکنن و برای ماها شغل ایجاد کردن. خیلی آدمای مهمین و به نظر من مقدس‌ترین آدما این آدما هستن، نه کسایی که شعار میدن، نه کسایی که وعده میدن که بتونیم ما کمک کنیم شرط اقتصادی بهتر بشه. نه، اینا توی عمل دارن ثابت میکنن و باید خیلی بزرگتر از مراسم امینوضرب ازشون تقدیر بشه. هرچند که دولت مردای ما خیلی زیاد میرن توی این مراسم ها، با این افراد عکس میگیرن، عکسای انتخاباتی، عکسای تبلیغاتی، وعده های قشنگی میدن، ولی در نهایت میبینیم که اتفاقات خیلی خوبی برشون رقم نمیخوره. تنها کاری که از ما برمیاد اینه که از این افراد حمایت کنیم. طبیعتا منظورم از حمایت، حمایت مادی نیست. این افراد به پول ماها احتیاج ندارن، نه، حمایت معنویه. خیلی وقتا این افراد اگر شناخته بشن، ازشون تشکر بشه، تقدیر بشه، تقدیرم نه، سنگ اندازی نشه جلوی مسیرشون، خیلی اتفاقات خوبتری میتونن رقم بزنن. ما دوران دهه 40 دوران عصر کارآفرینی ایران بود. بهترین و بزرگترین کارآفرینا شاید توی 100 سال 200 سال اخیر توی اون دوران به وجود اومدن. چرا؟ چون شرایط اقتصادی خوب بود. تو شرایط اقتصادی خوب کارآفرین و سرمایه‌گذار شروع میکنه به فعالیت کردن، ولی توی شرایط بد اقتصادی، دورانی که تورم دو رقمیه، تورم 30%، 40%، 50% داریم، سرمایه‌گذار و کارآفرین خیلی سخت میشه کار براش. این درد کارآفرینای امروزه. هیچ چیزی به اندازه تورم، هیچ چیزی به اندازه قیمت‌گذاری دستوری و سنگ اندازی دولت، قانون‌گذاری اشتباه این کارآفرینا رو اذیت نمی‌کنه. تنها کاری که میتونیم بکنیم این همایشا رو پیگیر باشیم، بشناسیم این افراد رو. اپیزود امروز تمام شد. سعی کردم شما رو با یکی از کارآفرینای بزرگ ایران، کسی که صنعت برق، تجارت، بانک رو توی ایران رواج داد و پایه‌گذارش بود، آشنا بکنم. محمد حسن امینوضرب و پسرش. در مقابل خیلی تلاش می‌کنم که شما این کارآفرینای جدیدی که الان هستن رو بشناسید. اینا گوهرهای ناب ایرانن که اگر حمایت نشه ازشون، شرط اقتصادیمون از اینی که هست بدتر میشه. یا بهتره بگم اگر هنوز خرد امیدی وجود داره، به همین کارآفرینا و سرمایه‌گذاراست. باید بشناسیم، باید پیگیرشون باشیم و ازشون تقدیر بکنیم، حمایتشون بکنیم که بتونن این مسیرشون رو پرقدرت‌تر برانجام. خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید، لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید. این بهترین دلگرمی برای ماست. توصیه میکنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید. سایت ecotopia.ir، لینکش توی توضیحات موجوده. اونجا بیشتر از 1000 تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید. علاوه بر این، توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه راه هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارن، دوست دارن یه مسیر مطالعاتی رو طی بکنن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید.